جلال اکبری هم خوشبختانه به بازی بر میگرده. شیس کار رو آغاز خواهد کرد. خدا رضایی بلند به اون سمت، یک ضربه مستقیم توی دروازه، یک گل زیبا و تاثیرگذار از کاپیتان تیم پرسپولیس کریم باقری تا نشون بده که همچنان در پرسپولیس یه جورایی رو پاشنه کریم باقری میچرخه و اگر هم ناز میکنه بعضی وقتا شاید حق داره. پرسپولیس 1 مقاومت سپاسی 0. در 11 دقیقه بازی به طرز زیبایی نشون میده که همچنان روپا و تاثیرگذارش این شروع مجدد رو درست برای اون فرستاد. یک لحظه اشتباه از مدافع سپاسی و نهایتاً گل زیبایی که به این شکل روپا تماشایی و یه جورای اروپایی به توپ ضربه زد کریم باقری. 1-0 مطمئناً این بازی رو جذابتر و تماشایی تری خواهد کرد و شما هم با ما همراه باشید و پیگیر هنو استقلال 1-1 با شاهین بوشهر رو راه آهن. 2-2 کلاه کج یک بار دیگه میفرستن به دروازه در اون شلوغی با او همچنان میزنه ضربه رو و توی دروازه، توی دروازه. هادی نوروزی هم 5 گله میشه و دومین گل تیم پرسپولیس به دست میاد. نیسم با او روی این گل تأثیر بسزایی داشت. هادی نوروزی و کریم باقری مردان 5 گله پرسپولیس امروز نفری یک گل زدن تا به این لحظه، تا حالا پرسپولیس یه مقدار حاشیه امنیت پیدا بکنه و خاطرش یه مقدار آسوده بشه از امتیاز این بازی، هرچند که هنوز زمان زیادی تا پایان کار فرصت باقی است. حدود 25,000 تماشاگری در ورزشگاه هستند. ببین این توپ رو فرستاد، این ضربه سر از هادی نوروزی با چرخش مناسب. البته دوستان اگر محبت کنن از این زاویه بالا هم بله ممنون نشون بدن. ببینیم که آیا بوی آفساید میداد این قضیه یا نه، که نه کاملا درست بود. تصمیم کمک داور هم گل سالمی هم به ثمر رسید. یه دیر میخواست انجام بده هوار محمد، توپش رو زدن یه بار دیگه علی اسگر. به دنبال توپ بازیکنان پرسپولیس پشت محوطه جریمه، یه موقعیت می‌زنه و توی دروازه، توی دروازه. میثم باو شیرین‌ترین پیروزی فصل پرسپولیسی ها رو تا به اینجا در ورزشگاه آزادی رقم می‌زنه. میثم باو در حالی که متمرکز شده بود تیم سپاسی روی حمله، روی یک ضد حمله و برگشت تونستن که به گل سوم دست پیدا بکنند. میثم با او حساب کار رو 3-0 میکنه. یک بار دیگه ببینیم هادی نوروزی حرکت کرد، با او متوب را از او گرفت، از 2-3 نفر به راحتی عبور کرد، ضربه نهایش رو هم زد. سنگ شدی هم کاری از پیش نبرد و پرسپولیس 3-0 جلو افتاد. میثم باو قبلا هم یه گل به پیکان زده بود که اون گل بی تأثیر بود چون دو گل رو یه موقعیت سپاسی میتونست حداقل به یه گل برسه، باز هم نشد. بهنام افشه یکی از همون سانترا و نفوسهایی رو انجام داد که از او انتظار میرفت. حالا اشتباه از بازیکنان پرسپولیس. باز هم با او با گلی که زده دوپینگ روحی عجیبی کرده، یه پاس در عرض، موقعیت، فرصت برای پرسپولیس و هوار محمد توی دروازه، توی دروازه. حالا دیگه
دنیا به کام پرسپولیس و به کام هوار محمدی هم هست که مدت ها رو نیمکت نشسته. پرسپولیس 4 سپاسی 0. هوار محمد که نزدیک 80 بازی ملی هم برای تیم ملی عراق انجام داده، اینجا پاش به گلزنی باز میشه در تیم پرسپولیس. خب با حالا با سبک و سیاق خاص خودشون هوار محمد رو مورد تشویق قرار میدن به صورت آهنگین طرفداران پرسپولیسی که خیلی وقته که چون این روزهایی رو ندیدن و یه برد 4 گل شیرین در کارنامه شون. حرکت خوب میثم با او، پاس در عرض او و مهدی شیری تازه وارد برای دیگر بازیکن تعویضی و به این ترتیب یه ضربه پای نرم که حساب کار رو 4-0 میکنه. اولین شکست سپاسی در این فصل داره تبدیل میشه به آرفی. توپ به اون نرسید. آن نوبت بازیکنان سپاسی است که میخوان سنگینی شکست رو کمتر کنن. افشه ضربه رو میزنه به توی دروازه، توی دروازه بهنام افشه حساب کار رو 4-1 کردن. یه حرکت یک نفوذ، گلی که یه مقدار دیر به ثمر رسیده برای سپاسی. بهنام افشه بازیکن فصل گذشته دماش گیلان حساب کار رو 4-1 کرد تا یه بازی پرگل رو در ورزشگاه آزادی شاهد باشیم. میثاق معمارزاده هم در برابر این توپ نتونست کاری رو صورت بده، اما اونقدر این گل زیبا دیر به ثمر رسید که حتی به خودشون زحمت ندادن که بخوان شادی رو ترتیب بدن. بلافاصله حالا در ادامه کار همون سمت رو آسیب پذیر پیدا کردن. باز هم بهنام افشه. ایران پوریان به روی دروازه یک بار دیگه، موقعیت یه برگشت و یه ضربه توی دروازه، توی دروازه. چقدر دیر به یادشون افتاده که اونا هم باید گل بزنن. بازیکنان سپاسی، نظری دومین بازیکن تعویضی تیم سپاسی و جالبه که میان توپ رو میکارن در 4 دقیقه مونده به پایان کار. لبخند تلخی هم بر لب مهابادی هست که یه مقدار دیر بازیکناشون شروع کردند. یه برگشت تماشایی و یه گل دیدنی. اون چیزی که این بازی کم نداشته گل‌های تماشایی بوده. یک بار دیگه شما دارید میبینید چه گل زیبایی رو به ثمر رسوندند. فقط براشون حیف که یه مقدار دیر بوده. خب کمتر از 3 دقیقه به پایان بازی فرصت داریم. قبلا سابقه این رو داشته که مقاومت در لحظات پایانی بازی رو با شکست عوض کرده و مساوی رو گرفته، اما خب امروز 4 گل خورده بودن که تازه گلزنیشون شروع شد. اونا دقیقه 93 مقابل استیلازین با گل مصطفی صبری مساوی شدند. یه بار دیگه ببینیم، یه فرصت، یه ضربه دیگه. یه جورای تماشا